برنامه به نام در پرتو عشق نیز مهمان منازل شما خوبان شده ایم و همون گونه که در کنارم خواهر عزیزم آزی رو میبینم و خوش آمد میگم به ایشون با توجه به کار و تلاش هایی که در امور زندگی خودشون دارن اما لطف میکنن به ما نیز سر میزن و امروزم با اولین برنامه در پرتو عشق نیز ما این موقعیت رو ایجاد کردیم به توسط دست یاری که از آقای یاسر عزیزمون به عنوان کارگردان این شبکه هستش بتونیم با این برنامه جوابگو سوالات شما عزیزان باشیم و موضوع رو بذاریم موضوعاتی که میتونه از نظر روحانی برای شما سوال باشه و بقیه رو میسپارم دست خواهر عزیزم که در این رابطه صحبت کنن پرتو و عشق رو به خونه ها میبریم میگم به همه دوستان عزیزان در سراسر دنیا در این پاییز زیبا آم. که واقعا در منازل همه جا همه جا شروع شده و منم خوشبختم خوشحالم که در کنار کشیش بعد از مدت ها در منازل شما هستیم خوشحالیم عزیزم و دعوتتون میکنیم که سوالاتونو میتونین زنگ بزنین ولی بهتره میتونین ایمیل به ما بکنین اگر ایمیل بکنین که شیش رسول اینجا که در هر شرایطی باشه در... تا اونجا که امکان داره به سوالات شما جواب میدن بله. حالا یا با ایمیل جواب میدن یا در گفتگو بله. جواب ایمیل اونم میشه. آدرسش هست امید بله. دا تیوی که پایین صفحه حتما مشاهده میکنین بله بله. بعد و خوشحالیم خوشحالیم که با شما هستیم و ما از امروز در پرتو عشق برنامه رو شروع میکنیم آمید. که واقعا امیدواریم و ایمان داریم که عشق ایسای مسیح در دل یک و یک افراد دنیا جای بشه و خدا با عیسی مسیح ما عشق و آزادی و محبت رو برای همه آفریده و آمید. همه رو دعوت میکنه که در راه عشق و محبت با هم باشیم در آمید. کنار هم زندگی بکنیم آمین, من آمین با اجازهتون کشیش رسول یه دعایی هم برای همه شروع رو بکنیم حتما حتما قبل از که دعا کنیم فقط عزیزان تشویقتون میکنم روی فیسبوک ما رو شیر کنید با دوستان دیگر چه بسا که مطالبی که عنوان میشه میتونه کمک اونها باشه میتونه به نوعی جواب سوالات باشه که نسبت به افکارشون درباره خدا درباره کلام خدا درباره عیسی مسیح هستش بشنون پس تشویقتون میکنم لطفا ما رو, رو روی فیسبوک شیر کنید با دیگر دوستان همچنین لطف کنید روی یوتیوب که تشریف میبرید کشیش رسول حیدری رو سابسکرایب کنید حتی اگر برای شما مقدور هست همین الان این کار رو انجام بدید و این خودش یک خدمت و یک محبت هستش پس آمد. لحظه ای میخوایم برای شما هم وطنان عزیزمون دعا کنیم برای آنچه که نیازت هست عیزان میتونن روی فیسبوک موضوعات که نیاز دارن براش دعا بشه روی فیسبوک بنویسن و یا همونطور بلد. که خواهرمون گفتن میتونید ایمیل بنتم. کنید برای بلد. ما که ما به گروه دعا میدیم گروه دعا در طول یک هفته برای شما ایزان دعا میکنه و در طول این دوازده سال شاهد بر این بودیم که در کلیسای پسکنس مسیح گروه دعا به توسط فیض خدا و لطف خدا واقعا کارهای بزرگی انجام خیلی. شده و گواهی, گواهی بسیار. های شنیدیم گواهی داشت. چه از ایران چه بلد. از اینجا ده یکی یک ما من خودم یکیش از موجود آداده دیدم و هستم و واقعا فیض خدا در دعا من هیچ چیزی شکی در دعا ندارم و واقعا واقعا که ایسای مسیح ما نمونه است آمین. 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 آمین پس لحظه لطفا با دعای من متحد آم. بشید و به آنچه که مسئلت دل تس وطن عزیزم و همچنین به طور خواست برای آزادی کشور عزیزمون ایران از آنچه که سالهاست در اسارت تاریکی برده تا رهایی پیدا کنه و کشور عزیز ما نیز آزاد بشه آمین هللویا پدر عزیزم خدای قدوس تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت تو رو شکر می‌کنم برای این وقت تو رو شکر می‌کنم برای بینندگان این برنامه حتی تکرار این برنامه خدا آنانی که با دعای من متحد هستند همان که کلام تو اعلام می‌کنه هرگاه دو یا سه نفر در نام تو هر آنچه بخواهن تو با فیضت با آنان عطا خواهی کرد اینک هموطنان عزیزمون نسبت به هر مصلحتی خداوندا تو اجابت کننده ای آن باش و در این وقت ما رو مبارک بخوان به آنچه که نیکوست از کلام تو برکت بگیریم و همچنین از تو میخوام کشور عزیز ما رای خداوندا که تحت نظام اسلامی در اسارت ای پدرجان بی برکتی ها فساد گناه ظلم و ستم قرار گرفته تو رهایی بدی و آمین. کشور عزیز ما رو به مردم ما به ما نیز برگردن و چون همه اینها رو در نام مسیح طلب دیم با ایمان دریافت میکنیم آمین. 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 آمین آمین که با ایمان دریافت کنید. سعی ما این هست در این برنامه بیشتر در رابطه با کلام خداوند صحبت کنیم و اگر سوالی هست بازم میگم سوالات رو میتونید بنویسید توی جلسات بعد در برنامه در پرتو عشق نیز جوابگو سوالات شما باشیم در ارتباط با مسائل سیاسی اگر مایل هستید از این شبکه استفاده کنید هر پنج شنبه ساعت 11 صبح ما با یک کارشناس خواهیم بود نسبت به موقعیت کشور عیزمون ایران خب من در خدمت بله. شما هستم بله خواهش بله. دوستان عزیز من این برنامه یوتیوب خیلی کمک میکنه خیلی جالبه ما هر زمانی بسه هر چیزی فوری به یوتیوب رجوع میکنیم ولی حالا این وقتی برنامه ای کشیش رسول سابسکرایب میکنیم که دیگه هر دفعه احتیاج نداری یک دفعه انجام بدیم دیگه هر دفعه کلیک میکنیم رو همون میاد بله. خیلی جالبه و از دوستانی که اینجا هستن نزدیک ما هستن دعوت میکنم که یک شنبه با ما باشین یک شنبه ها واقعا روحی یه روحیه دیگه میگیریم. یه شادی به خصوص خداوند امید. یه امید دیگه از امید. شنیدن و پرستش کردن گروهی میگیریم من واقعا کشور رسول من ماه پیش ده سال بود که ایمان آوردم و تو این گرفت. عمید گرفتم خب تبریک میگم ماه آگوست همون 2000 بله نو بود بود که به اصطلاح نو که من چیزی گرفتم و واقعا اصلا من از اون موقع همینجوری اومدم و هر روز این بهتر و بهتر شدم واقعا هر روز یه خوشحالی دیگه واقعا هم همینجام خدا رو تشکر میکنم که منو خون در راهش آمین. واقعا منو خون در راهش و منو اجازه که در راهش باشم و بدون حرفش بدون تشکر بدون شکگذاری هیچ روزمونه ما نمیگذرونم چه صبح چه شب و واقعا دوستان تشویقتون میکنم یک دفعه یک بار بیاین خودتون همیشه خودتون با پای خودتون ادامه میدید براو. احتیاج نداره که کسی زورتون بکنه منم میگم کسی من زور نکنه ولی احتیاج نداشتیش که من رو زور بکنه من با عشق و محبتی که خودم واقعا عیسی مسیح میذار تو دل آدم همونجوری ادامه دادم واقعا تو زندگی به من کمک کرده و تشویق میکنم تمام دوستان تشریف بیاریم خیلی خوبه آمین پشیمون نمیشه. آمی. همه مخاطرات زیبایی داریم بل. و میدونم شما هم گواهی بسیاری در این رابطه دارید بشتن. که بل. چقدر خداوند در زندگیتون کار کش شنیدیم توی فرصت خوشحال میشیم بازم از شما بشن هر روز هنوز ادامه داره هیچ وقت پایانی نداره بله. تا زمانی که آدم زنده است درخواست داره و با دل پاک و با ایمان که طرف خدا میدی خدا قشنگ جواب تو میده قشنگ جواب میده که مثلا یه سری از دوستام همه اینو بچه هم دوستام اینا بهش ایمان آوردن که اگر وقتی با ایمان یه چیزی رو بخوای واقعا جواب میگیری آمین. واقعا جواب میگیری انتظار داریم انتظار داریم و میدونیم که خداوند واقعا ده اونجاست آمین باید دیگه این برنامه های این ماه پیش که برنامه آشات هاسوها بود تو دنیا که تو دل... اومده آه آه. <تصفح> که این رو ما این برنامه توی این فیلم برداری ها برنامه هایی بود و این صحبت میگم که ما که خدا شناسیم خدا پرستیم خدا نمیدونم میگن که اونایی که واقعا به خدا احت... یعنی ایمان, ایمان دارن. دارن یعنی ایمان داریم که خدایی هست و واقعا این کارا چرا بس ما هنوز داریم این برنامه ها را انجام فقط هم به مسلمان ایران کاری نداره از همه جای دنیا این برنامه ها را انجام میدن برد. که جای تصف داره که واقعا دا... دست به اعمال بر و رفتاری ر... میزنن که گویا واقع... اصلا خدا پسند دارن. اصلا خدا نمیش خدا برد. دوست نداره این چیزا را از بچه کوچیکو گرفتن اونجوری عذاب میدن قمی برش قمه میزنن واسه بچه واسه آخه خدا کی در چه کلامی خدای همچین چیزی رو گفته فقط بله متاسفانه بله تا اما هفته گذشتم بارها به نوعی در این رابطه صحبت هم. کردیم که خب این فقط همون گونه که شما فهمیدید بر نمیگرده به مسلمانان بلده. شیعه که دست به رفتار و اعمالی میذارن که آیا واقعا خدا میل به این داره که آنانی که او رو دوست دارن رنج بکشن در عذاب باشن خود زنی کنن و با خود زنیشون دیگران رو عذاب بدن حالا منند غم زدن هستش و یا آسیب های دیگه که اما به خودشون میزنم مسیحی های سنتی هم توی دنیا هستن که متاسفانه مرتکبه چنین اعمال زشت و زننده میشن و این ربطی هم نداره بگیم مال این قرن هستش مهم. در قرن گذشته بوده و ریشه اینها همه برمیگرده به بت پرستی واقع. یعنی از بت ها گرفته شده این نعمال حالا یهودی ها این کارو میکنن مسلمان ها اگر این کارو بکنن و و هر باورمند دیگه ای توی دنیا با شکنجه کردن خودش واقع. با آزار رسونی به خودش واقع. با را که ما میبینیم شاهد هستیم که باعث شده که تصور بره که اگر من خودزنی کنم خدا خوشش میاد مثل این هستش که یه بچه ای در برابر والدین خودش بیسته و مدام بزنه تو سر و صورت خودش و بعد بگه بابا نه کن من چقدر تو رو دوست دارم بعد پدرم یا مادر بر اون دلسوزی که داره حالا بیاد اون نیاز اون بچه رو برطرف کنه اگر ما میل به این چنین چیزی از بچه همون داشته باشیم مسلما باید بیم خوب خدا هم داره لذا هیچ پدر و مادر, نداری. سالم و نظر روانی نیستن که راضی نمان. باشن فرزندانشون خدازاری کنن تا اینها خوشحال, خوشحال بشن و تا اونجایی که ما در کلام خدا من یافتیم به طور خاص در مزمور که 150 تا باب هستش اشاره به این میکنه که با شادی به حضور خدا بیاییم زمانی ده. که قوم اسرائیل از مصر رهایی پیدا کردن میریم که خواهر موسا هستش با زنان دیگه کلام خدا میگه اونها به شادی شروع کردن خدا رو پرستیدن داوود پادشاه زمانی که اون تابود عهد رو داشتن جابجا جا میکردن میگه داوود پادشاه جلوی تابود که در اصل حضور خدا هست رو داره معرفی میکنه میگه رقصید و انقدر در اون پرستش آزاد بود که حتی همسرش اون رو مسخره کردش و حتی خدا خوشش نیامد چون مسخره کرد اون نازا شد و کلام خداوند در مزبور 150 149 نیز اشاره مستقیما میکنه که میگه با تمام ابزار موزیک میتونید موسیقی میتونید شما پرستش کنید و به شادی خدا رو بپرستید اما از اتاق فرما خواهش میکنم مشروط برای اینکه براشون مقدور هست بریم تعدادی از این کلیپ ها رو نگاه کنیم کلیپ هایی نیستش که خوشایند باشه کلیپ هایی هستش که متاسفانه آدم ها اذیت میکنه آه. اما میخوایم بگیم اه عزیزان آنچه را که ما میبینیم گاهی خورده میگیریم به شیعه ها فقط مختص شیعه نیست مختص هر بیخردی نسبت به حقیقت خداست اگر ما حقیقت خدا رو نشناسیم واقعا. اگر ما آگاه نسبت به ماهیت اصلی و هدف خلقت نباشیم حتی به عنوان مسیحی میتونیم تحت تسلط احساسات اشتباه قرار بگیریم آه. که نه از حکمتی است که از طرف خدا گرفته شده که به توسط روح القدس است بلکه از افکار یک انسان با تمام آسیب‌های روانی که خورده نیز خدا رو اون گونه می‌بینه خدا رو یک شخص خشن عصبی میبینه مثل شاید پدرش عصبی بوده خشمگین بوده شاید پدر با اون نوع تعلیمی که به فرزند داده باعث شده که امروز اون شخص خدا رو مثل پدر عصبیش ببینه پدری که گرفتاری داشته در اسارت ها بوده و حالا یک تشبیه از خدا میکنه و خودزنی میکنه و یا اینکه انقدر از خودش ناراحت هست که میاد در اون شرایط به اسطلاح مراسم حالا هر نوع مراسمی هست دلیلی میشه که خدازاری کنه خودزنی کنه تا خودشو آزاد کنه اما اینا روش ها نیست اینا راه ها این راه ها راه نیستش که خدا معرفی کرده باشه بازم عرض میکنم چه یک مسلمان چه یک مسیحی حتی اگر این گونه هست شاید خیلی جاد ما بعضی از کلیسه های سنتی میریم شما اونجا خودزنی نمیبینید اما همونجا قوانین سختی رو گذاشتن که شما میبینید درک درستی از اون قوانین سخت ندارید و باز اون خواسته و اراده خدا نیست پس باید خودمون رو آزاد کنیم اگر خدا رو دوست داریم باید خدا رو بشناسیم, بشناسیم. بریم با هم یک دو تا از این کلیپ ها رو ببینیم و برمیگردیم 啊啦 Her kadem ağlıyordu. Gahiden nage eşitli bir seda. Gez bu kanlı yer seni, sinemin gel baba. Tabli nişanı nur ile mehterde öz babasını. Gördü çıkur mekanı da kan babasını. Baba hardeydun koşun gelip. Hey man, yandıran zaman. Yo, ammalarım, anam, bacım, bulqulaba. Lanan zaman. Yo, ammalar. <laughs> مجزد هموطنان عزیز برنامه زنده هستش در برنامه جدیدی به نام در پرتو عشق سالها پیش ما این برنامه رو داشتیم اما ضبط شده بود حالا به صورت زنده هستش و مایل هستیم که پاسخگوی سوالات شما باشیم یکی از سوالاتی که مطرح بود و خواهر عزیزم نیست اعلام کردن در رابطه با این بود که چگونه میتونه مدعیان خدا واقع. دوستی دست به اعمال و رفتاری بزنن که به هیچ وجه نه خدا پسندان است و نه شناخت حقیقی خدا درش پیدا است ما دیدیم در این کلیپ هایی که اونقدر رنجاور بود گفتم قد کنن اصلا یاسر عزیزم زحمت کشیده بودن واقع. که هم مسیحی ها و هم مسلمانان و همچنین قشری از یهودیانی که مسیح ایمان آورده بودن نشون میداد دارن زنجیر میزنن و مسلمان دارن قمه میزنن و از این اعمال بسیار زیاد هست حتی بعضی از مسیح های متعصب مذهبی هستن که در روزی که عیسی مسیح روی صلیب رفته اونها نظر میکنن و خودشون روی صلیب میزنن دستاشون رو سراخ میکنن پاشون رو سراخ میکنن و حتی تاج خار بر سرشون میذارن آیا این اراده خدا هست یا نه پس ما ببینیم جهل و خرافات همه جا میتونه باشه جوابان. عزیزا باید تعارف بذاریم کنار راحت صحبت کنیم ما اینجا نیستیم که بخوایم برفرض معایب اونهایی که به خودشون مارک مسیحی زدن اما روش درست مسیحیت رو ادامه نمیدن ما اینجا بگیم پوشش میدیم و میخوایم هویدا نشه خیر حقیقت رو باید بگیم حقیقت توی تاریخ هست تاریخ داره عنوان میکنه و آنچه که درست هست رو ما میخوایم بگیم اما چگونه هستش که این بیخردی جایگزین عشق میشه چگونه هست این جهل و خرافات جایگزین عشق و محبت میشه چرا هدف اصلی دور شده از این افرادی که دارید میبینید که چگونه خودزنی میکنن و به خودشون آزار میرسونن و این خوشیاری ما همه ما باید داشته باشیم که این رو بدونیم اون زمانی که احساسات من بدون تجربه و آگاهی و دانش حاکم بر فکر من میشه هر اتفاقی میتونه بیفته پس این هوشیاری به طور خاص ما ایرانی هایی که امروز فارس زبان هایی که به مسیح ایمان آوردیم به نوعی میگن نوکیشان مسیحی ما که مسیح ایمان آوردیم باید نسبت به کلام خداوند دقت کنیم مبادا وارد یک کلیسایی شدیم بر فرض میگم وارد یک کلیسای فارسی زبان شدیم کشیش گفت عزیزان خدا با قلب من صحبت کرده هر کس وارد کلیسا شد یکی بزرگ تو سر خودش و بعد بیاد بشینه رو صندلی بعد ما بگیم عجب این کار رو انجام بدیم باید ببینیم فیلتر آنچه که کشیشان میگن معلمین میگن باید کلام خدا باشه اگر کلام خدا اون رو تایید میکنه ما نیز انجام خواهیم داد تازه آنچه که کلام خدا میگه روح القدس بر قلب ما نیز اون رو هویدا میکنه مکشوف میکنه و هوشیار هستیم شاید قسمتی از کلام خداوند گفتارش در رابطه با یک زمان و یک مکان خاصی هست همون گونه که پولس رسول نیز زنان رو تشویق میکنه که روسری بر سر بکنید اما این گونه نیستش برای اون زمان برای اون, موقعیت, دلایل خودش داشت که الان وقت نیستش در اون تو صحبت کنیم حتما در آینده صحبت خواهیم کرد در تو همه این مسائل پس با هوشیاری عزیزان ما باید عیسی مسیح رو پیروی بکنیم با حکمت از خواهر عزیزم میخوام که خودشون این سوال رو امروز مطرح کردن و عنوان کردن که این سوالی هست بین همه باورمندان خدا دوست چه مسیحی چه مسلمان که چگونه هستش که یک چنین اعمال زشت و زننده جایگزین خدا دوستی میشه بریم کتاب هوشع که در از شو... کتاب هوشع داره از هوشع نبی استفاده میکنه خداوند که کلام برش رو به قوم بگه به قوم اسرائیل برسونه قوم یهود برسونه که در مسیر بت قرار گرفتن و بتونن رهایی پیدا بکنن بارها از من شنیدید که وقتی ما در قسمتی از کلام خداوند نسبت به ترس خداوند میگه از خدا به ترس هرگز این نیستش که ما بر خدا رو یک موجودی بسیار عصبی و خشمگین و زشت ببینیم ازش بترسیم. یا بگیم یه ابهتی داره ما باید بترسیم هرگز هرگز بلکه خدا ذاتش عشق محبت لازم نیست از او بترسیم اینجا ترس به تعریف شناخت خداست که خدا رو بشناسیم از این رو هستش که از خواهرم خواستم که این کتاب هوشر رو از چهار تا از رو بخونید که خواهرم لطف میکنن از تفسیری دارم میخونن که بیشتر باز بشه اما در قدیمیش واضح میگه اعلام میکنه که قوم من از عدم شناخت من حلاک میشن نمیگه از اینکه از خدا نمیترسن این اشتباس عزیزان این معنی رو لطفا از ذهنمون پاک کنیم از خدا نباید ترسید باید خوب خدا عشق ورزید و خدایی رو که شناخت اول میشناسیم بعد که میشناسیم بازدهی اون احترام هست برای همین هستش که بعضی میگن و من برفرض به من میگم بعد رسول به اسلام احترام بذارید میگم من عاشق اسلام نیستم بهش احترام بذارم درسته که مسلمان رو دوست دارم ولی اسلام چون از طرف خدا نیست و از طرف شیطان هست به هیچ وجه من عاشقش نیستم پس من نمیتونم که من وانمود کنم عاشق اسلام هستم این باور یا هر باور دیگه دروغین این ریاس احترام یعنی من آن موقعیت یا اون شخص رو دوستش دارم بازدشت سمرش میشه احترام عزیزان بریم با هم دیگه از کتاب گوشم چهار لطفاً باب چهار از آیه شیش بخونی شیش سپاس کذار بله. قوم من قوم من نابود شدند زیرا مرا نمی و این تقصیر شما کاهنان است پس داره میگه تقصیر معلمین هست الان که شما این دسته ها رو دیدید چه دسته های اسلامی بودن چه دسته های مسیحی بودن بله. این مردم درسته این ها بی حکمت و بی خیرت هستند. چرا فکر نمی کنن؟ آخه چرا من باید تو سرم با شمشیر بزنم چرا من باید اون دستکشهایی که پشتش میخ داره و اون مسیحی ها یا اون خادمین داشتن به سینه خودشون میزدن که خون بیاد و آسیب بهشون برسونه چرا من باید این کارو بکنم که خدا خوشش بیاد میخوام اصلا این خدا خوشش نیاد برای چون باید به بدن خودم آسیب بسنم خدا خوشش بیاد چه خداییه نشون میده که حقیقتا انسان در آموزش و تعلیم به اون جایگاهی میرسه م. که میابه دریافت میکنه پس تعلیم دهنده کیا بودن معلمین دروغین بودن که ایسای مسیح هم میگه در آینده معلمین دروغین میاد درست که یکی از معلمین و انبیا اشاره به خود شخصی به نام محمد که پیامبر اسلام هست داره میکنه و بقیه که اومدن ادعا کردن اما اشارهش به این معلمین کاذبی هم هست به نام مسیحیت اومدن پس هوشیار باشین بعضی از موقع دوستان میگن شنیدی پاپ چی گفته پاپ این کارو کرده رفته مثال پای زندانیا رو شسته بوسیده برای چی چابلوسی کرده من به هیچ وجه اینجا بی احترام نمیخوام بکنم به برفس فرقه مسیحی های کاتولیک و ارتدوکس. اما حتی پروتستان همه فرقه های مسیحی باید هوشیار باشن آنچرا که میشنبن دیگران معلمین گفتن و انجام دادن فیلترش کلام خدا هست یا نه پاپ خیلی بیخود کرده رفته پای آدمای قاتل و دزد بوسیده عیسی مسیح پای شاگرداش بوسید تازه نبوسید شس میگه پای پاپ را... پای شاگردارو شس آقای پاپ برای قابل توجه شدن توی دنیا ادعاش این کارو داره میکنه پاپ اینجا چه کار است مسیح گفت من میروم و روح القدس رو به شما میدم روح القدس پادشاه قلب ماست نه پاپ امروز منم به عنوان یک کشیش هرگز 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 کسی نیستم که اینجا برای شما رساله بنویسم در اسلام در شیعه ما رساله نویسی داریم که باید تقلید کرد حالا چرا تقلید باید بکنن؟ انسان چرا باید تقلید بکنه اصلا؟ انسان با تفکر کنه با تفکرش بهترین رو انتخاب کنه در انجیل مسیح هم از ما اینو میخواد وقتی که به تقلید میرسه این میشه ادهی میگن تو سرت بزن ادهی میگن چاقو بزن ادهی میگن زنجیر بزن اینا تقلید دیگه همینطور تقلید انجام میشه بدون اینکه درش خردی باشه درش هدفمندی باشه هموطنان و شخصی هم مثل پاپ خیلی بیخود پاپه خیلی بیخود تو اون جایگاه یک جایگاه کاملا شیطانی هستش و یک سیستم شیطانی هستش اونجا عیسی مسیح آمد تا بین انسان و خدا هیچ واسطه ای نباشه هیچ واسطه تمام بین انسان و خدا من به عنوان یک معلم شبان کلیسا یک برنامه گذار مسیحی موظفم مطابق کلام خدا به شما تعلیم بدم هرگز من نمیتونم به شما بیام یک دستور العمل دیگه ای رو بدم و آنچه را که پاپ انجام میده انجام داده درست صحبتاش میتونه خیلی خوب باشه صحبتهای خیلی خوب هست بابک تو این دهاتا و روسته ها برید انسان های اصلا خردمند بسیار سخنان خوبی میگن زندگی پاک و خوبی هم دارن هیچ کم اونها رو نمیشناسه مردم برن مورد اونها بشن آخه چرا باید خدای قدوس انسان را آفرید به شباهت خودش و به او روح خودش رو داد انسان از هدف اصلی دور شد و خدا او رو رها نکرد با کلامش به او مسیر زندگی انصافانه را آموخت و عیسی مسیح آمد تا ما زندگی در مسیر عدالت رو داشته باشیم در مسیر حکمت رو داشته باشیم رحمت رو داشته باشیم و محبت رو داشته باشیم فیلتر کنید از این چهار اصل و ذات الهی خدا عدالت محبت رحمت و حکمت که باید ببینید آیا این کارهایی که ما انجام میدیم درسته؟ بله بفرمایید. <applause> زیرا خود شما نیز نمیخواهید مرا بشناسید من شما را کاهن خود نمی دانم شما قوانین مرا فراموش کرده اید پس این گونه نیست که هر کسی هم حتی مثل من بیاد بگه من کشیش هستم من اومدم درس خوندم حتی دانشگاه رفتم آنچه را که لب لب می میکنم و امروز خیلی دوست دارن لب لب کنن همه را بشونن روی صندلی های کلیسا توی خونه بشونن فقط حرف بزنن برعکس اینکه که اونها رو بگم بلنشید برخیزید بر علیه ظلم و ستم برخیزید بر علیه آنچه که دروغ هستش نمیتونیم همه رو قبول کنیم خیلی هوشیار باشیم من امروز صحبتم با مسیحی های فارسی زبان هست دقت کنید توجه کنید عزیزان معلمین چی رو دارن تعلیم میدن کلام از کجا داره یافت میشه از خود کتاب مقدس یا از طرز فکر خود رسول داره برداشت میشه چون اگر از سرارزه فکر خود رسول هست و درش صلح و آرامش و امنیت و حکمت و خرد نیست خدا اونو نمیپسنده بله من نیز فرزندان شما را فراموش خواهم کرد قوم من هرچه زیادتر, زیاتر شدن بیشتر نسبت به من گناه کردند. آنها شکفه و جلال مرا ننگ و رسوایی بوتها عوض کردن بله در از توی جایگاه دیگه قوم اسرائیل متاسبانه هر بار که مواجه میشد با یک فرهنگ که متفاوت بود گویا یک کششی داشت یه میلی داشت بره به سمت اونور الان شما ببینید کشور عزیز ما در اسارت های بسیاری هستش و تو بدترین شرایط هست آفا. به جای اینکه حتما نسل جوانی هستن که امروز با تحقیقات به دانش عالیه رسیدن و خدا رو شناختن و خیلی از مسیح ایمان آوردن از هر طبقه از هر طبقه من به عنوان کشیش که با همبتان مسیحی در تماس هستم به خوبی میدونم که خدا رو شکر خداوند عیسی مسیح در خانواده آخوندها پاستارها بسیجیا شهدا حتی دولتمندان نظام اسلامی کار کرده و ما اینقدر الان مسیحی هایی داریم که آشکار نیستن که به فیض خدا آزادی ایران بیاد میبینیم تو چه خانواده هایی که ادعای اسلام میکردن ولی خب اسلام چون از طرف خدا نبود بچه ها پیروی اونها رو نکردن اما با این حال اینم نیست شاهد هستیم متاسفانه مردم به خاطر خلاهای خالی که دارن توی زندگیشون بلند میشن به دنبال رسومات شرارتامیز و شیطانی میرن دسته و سینه تضییه که اینا قصه های رو داره توی تاریخ داستانها و روایت های خودش داشته اما نظام اسلامی چهل سال هست شما میبینید که رد پای من عرض کردم قبلا رد پای نظام اسلامی همین دسته هاست همین سینه زنی هاست رد پای شیطان تو همین دسته ها و سینه زنی ها و اعمال ناشایسته و ناحکیمانه ای هست که مسیحی ها انجام میدن توی دنیا ما اونا رو تایید نمی کنیم. هرگز تاییدشون نمی کنیم. نه من تایید میکنم نه کلام تایید میکنه نه روح القدس تایید میکنه و نه مسیح تایید میکنه از نگاه من یک مسلمانی که داره سینه میزنه با یک مسیحی که داره سینه میزنه هر دو یکی هستن هر دو نسبت به خدا ناآگاه و نادانن و هر دو بت مارک مسیحیت عزیزان ما رو مسیحی نمیکنه حتی تعمید گرفتن ما رو مسیحی نمیکنه نوع اندیشه ما سخنان ما اعمال ما هستش که میوه مسیح بودن ما رو نشون میده که آیا ما مسیح هستیم یا نه قوم اسرائیل آه. به خاطر اینکه مارک اسرائیلی روش قرار گرفته فرزند خدا هرگز از چشم خدا شایسته نخواهند بود مگر اعمال اونها مطابق کلام خدا و شریعت خدا میباید بود بله کاهنان از گناهانم گناهان قوم اسرائیل سود میبرند کاهنان کسی هستند که بین انسان و, و خدا قرار گرفته بودند اما اونها آمده بودند به جای اینکه این رابطه ای انسان و خدا رو قوی کنن که انسانها به شباهت خدا در ذات محبت و عدالت و رحمت و حکمت عمل بکنن اونها گفته بودن هر کار ما میکنیم شما بکنید دستا میره بالا دستا بره بالا دستا میاد پایین دستا بیاد پایین یادم هست سالها پیش دوست عزیزیم گفت من برای تشه جنازه یکی از فامیلامون وارد کلیسای سنتی شدیم وقتی وارد اون کلیسای سنتی شدیم میگه دست من رو دستم بود کنار دیوار ایستاده بودم گفت یکی از خادمی شماسای اونجا اومد محکم زد رو دست من گفت دستتو باید باز کنی گفت اصلا من تو چند دقیقه شکه شده بودم تو اون فضایی که من نگران خانواده بودم که عزیزش دست داده بود این اومد زد رو دست من گفت دست جدا کنید گناهه گناه از این اعمال و رفتار هستش شما وقتی وارد کلیسای سنتی میشید مطالبی که میگن درک نمی کنید دست به اعمال و رفتاری میزنن که شما درک نمی کنید فکر میکنید خدا اونجاست فقط خدا اونجاست از این رو هستش که دیگه میلی به این نداریم حکمت خدا رو بدونیم آخه او چه حکمتیه که توی یک کلیسا منو به یک رفتار و اعمالی نیست تشویق میکنه که هیچ معنی نداره پس انسان دارای حکمت الهی نخواهد شد چون نمیخواد بشه دارای محبت خدایی نخواهد چون چون محبتی اونجا نمیبینه وقتی کسی میره اونجا محکم دستش میخوره دستش حتی حتی متاسفانه چه بسا کلیسای پروتستانی بودند و هستند به خاطر اینکه نظم و حقیقتا هم نظم و برنامه های کلیسای کاتولیک و ارتودکس بسیار قوی هست سعی کردن این کلیسه های پروتستان خیلی در این مسیر معدبانه عمل کنند مثال توی کلیساها ها پا رو پا نمیذارن اگر پا روی پا بیاد این گناهه و شماس میاد میزنه روی اون پا میگه پا تو بردو آدامس نمیجبن و اینها رو احترام میذارن حالا اگر کسی دوست نداره پاش رو پاش بذاره من نمیفهم معنی چی؟ آدامس نمیجبه دوست نداره کار بدی نمیکنه اما وقتی که این قوانین انسانی و مذهبی حاکم میشه مردم دیگه به مسیح نگاه نمی کنن. مردم به همین معلمین دروغین و کاذب نگاه می کنن که قوانین سخت رو توی کلیسا ها کردن تا حواسا پرت بشه و این کار شیطان هست که شما بیشتر از این که بخوای فکر کنی واعظ چی میگه حواست باشه پاد رو پاد نیاد حواست باشه نکنه آدانس داره میجوی دستت رو دستت نذاری توی کلیسا همش حواست به اینه به چپ چپ به راست راست ارتش دیگه ارتش مذهبه نه. از این رو هست هموطن عزیزم که مسیح ایمان آوردی هر روزه کلام رو بخون تا مبادا اگر رسول به اشتباه یک نوع تعلیم میده شما منحرف بشید به توسط رسول کلام رو بخون سخنان رسول رو فیلترش رو کلام خدا بدون که درش حکمت هست همونگونه که در کتاب امثال میبینیم که سلیمان پیوسته از حکمت داره سخن میگه بله هرس و وله منتظرن آنها را بیشتر, بیشتر گناه بکنند و با هرس و وله منتظر آنها بیشتر گناه کنند کاهنان همانند قوم گناه کارند. یعنی فقط به فکر زندگی های خودشون, خودشون هستن الان آخوندا که ما که اسلام قبول نداریم اسلام اصلا از طرف خدا نیست اسلام یک باور دروغین هستش مم. و شیطان نیز اومد دیواری درست کنه که مردم به حقیقت که مسیح هست ایمان نیاورن اون قصهش فرق میکنه اما ما حالا آخوندها رو که وانمود میکنن مدعی خدا دوستی هستن رو میبینیم که همین آخوندها بودن همین معلمین کاذب بودن از اینها بود که ما میبینیم که شخصیت هایی میاد تولید میشه و موقعیت های مثل دسته سینه زدن آشرا تاسوها و با دروغ همش هم دروغ امروز جوانان ما مردان و زنان خردمند ایرانی با یک ساعت سرچ کردن تحقیق کردن روی کامپیوتر حتی روی این موبایلشون متوجه میشن تاریخ آشورا تاسو همش دروغ بوده نسبت این که گفته شده بوده به نوع دیگه ای بوده قصه اصلا چیز دیگه ای بوده هدف موضوع دیگه ای بوده ربطی به ایرانی ها هم نداره ولی چرا سرچ نمی کنیم؟ چون شیطان کور میکنه و آخوند هم دستی هستن از طرف شیطان نه آخوند حتی کشیش های خرافاتی کشیش هایی که به جای اینکه بیان آزادی انسان را بیان کنند که مسیر روی صلیب رفت تا انسان آزاد بشه از گناه تا انسان در مسیر حکمت و خرد قدم برداره با اقتدار با قدرت با قوت زندگی کنه اونها را به اعمال و رفتار سنتی نیز تشویق کردم که بسیار هستم و با فیض خداوند فارس هایی که امروز مسیح ایمان می آورید ایرانی هایی که تولد دوباره دارید در مسیح حتی مسیح زاده بودید به عنوان ارامنه عزیز آشوریان عزیز آزاد شدید می باید دعا کنید با قدرت بیستید و خبر خوش نجات رو آشوریان به دیگر آشوریان بدن ارامنه به ارامنه دوست فامیل خبر خوش نجات رو بدن مبادا اونها نیز هلاک بشن و ما که به مسیح ایمان آوردیم می این گونه کنیم عزیزان نمیتونیم سکوت کنیم من این دلیلی رو در بین ایرانی های که در ایران هستن رو دارم میبینم میشنوم که چه خانواده های متعصبی نه تنها تعصب اسلامی بلکه جایگاه های رتبه بالای دولتی دارن الان بچه هاشون به مسیح ایمان آوردن خود آخونده دارن ادعا میکنن که در شهرهای مصطبی مانند شهر قوم مشهد چقدر مردم دارن به مسیح ایمان می آوردن. چرا؟ چون وقتی انجیل رو میخونه رسول رو بله. نمیخونه بله فلان رو نمیخونه انجیل مسیح رو داره میخونه سخنان مسیح رو میخونه و داره آزاد میشه پولس رسول نیز اعلام میکنه من واعظ انجیل هستم و اگر ما واعظ انجیل هستیم کلام خدا عزیزان فیلتر نوع برداشت ما و اعمال ما و سخنان ما باید باشه مبادا با مانند قوم اسرائیل که الان داریم میبینیم خوشت چگونه داره با قوم اسرائیل مم. سخن میگه بله بنابراین هم کاهنان و هم, هم قوم را به سبب تمام اعمال بدشان مجازات خواهم کرد ایشان خواهند خورد ولی سیر نخواهند شد زنا خواهند کرد ولی زیاد نخواهند شد یعنی در مسیر برخلاف هدف خدا نه اینکه خداوند حالا یک شکنجه خونه درست کرده هر کسی اشتباه میکنه بیاد مجازات کنه خیر عزیزان ما آفریده شدیم به شباهت خدا به شباهت خدا زمانی میشیم که با او هستیم اما اگر از خدا دور میشیم مسلم بدونیم که به ماهیت و هویت اصلی خودمون چون مم. نزدیک نیستیم ما هلاک خواهیم شد بارها از ما شنیدید و از وایزین دیگه معلمین دیگه گناه نزدن به هدفه هدف یعنی شکل خدا شدن هر چقدر که ما از خدا دور میشیم از هدف دور میشیم پس چون از هدف دور میشیم مسلما ما در امنیت و آرامش نخواهیم بود و اونجا هستش جایگاهی هست که شیطان دام درست کرده خدا این گونه نیست که بیاد حالا بخواد برای ما خدا جهنم رو برای انسان نیافریده جهنم هم یعنی دوری از خدا هموطن عزیزم این انسان هست که با برداشت های اشتباه با اعمال و رفتار بود که شیعه هایی که همه البته همه شیعه نه در بین شیعه کسایی هست که قبول ندارن این قصه ای آشرا تاسوا و سین زنی رو به این روش و یا در مسیحی ها و هر باورمندی دست به اعمال خودزنی میکنن و این پیروزی شیطانه که بگه خدا دوستان این گونه هستن بله خدا آه. دوستان این گونه هستن اما خدا و شناسان این گونه نیستن کسی که خدا رو میشناسد هرگز به خودش آسیب نمیرسونه تا خدا از او خوشحال باشه بله واقعا. زیرا مرا ترک کردند و به خدایان دیگری روی آوردن میگساری حوصرانی عقل را از سر قوم من رو بوده است آنها از خدای چوبی کسب تکلیف می یعنی منظور همون بوت ها هستش نه. بله و از اسای چوبی راهنمایی می خواهم. بله ده ما میدونیم که اسا در کتاب مقدس این روح القدس م. درسته ولی میگه به تشبیه دارن از یک شی استفاده میکنن که اون راهنماشون باشه اما اه. اون نمیتونه راهنما خب اصلا جایگاهی هست داره که تکه میشه برای ولی اون نمیتونه جایگاه درستی باشه اسای وجود ما مسیح روح القدس هستش که میتونیم به توسط او زندگی خوب و پاکی رو و حکیمانه ای رو داشته باشیم بله دلبستگی به بت ها آن را آنها را گمراه کرده است ایشان به خدمت خدایان دیگر در آمده خب اگر خیانت خب خب مرسی اگر تصور من بر این بره ما میدونیم که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت اما امروز صلیب اگر بخواد برای من یک جایگاهی داشته باشه که شکل اون شکل به اصطلاح به اضافه دنباله دار اون بخواد برای من یک جایگاه شانس داشته باشه برکت داشته باشه این این در اصل برای من یک شی قطاله است عزیزان صلیب صلیب برای من که مسیح و دوست دارم این نیستش که بگم این شی شی, شی شانس برای من برای من خوش اقبالی رو میاره من به گردنم میندازم که حتی شیطان از من دور بشه خیر هزار تا سلیبن بندازی اعمال و رفتار ما ها. حکیمانه نباشه مطیع کلام خدا نباشه شیطان اصلا توی وجود ما هست چه ربطی داره عزیزا این فیلمایی رو میبینید برای دراکولا هستش صلیب میگیره عزیزان این نیستش هوشیار باشین قلب من گواه بر این هست که عیسی مسیح بهر گناهان من روی صلیب مرد و قیام کرد و اینک زنده است آمین. و همین قلب من گواه بر این میده روح مسیح که روح القدس هست در من هست و به من این اقتدار رو داده این حکمت رو میده این امید رو میده این شادی رو میده که زندگی خوب و پاکی داشته باشم و مقاومت کنم با وسوسه های خودم ایستادگی کنم با ظلم و تاریکی و اجازه ندم زندگی داشته باشم که دور از ح... حکمت و خرد باشه خود صلیب کاری نمیکنه شاید شما اگه تشریف بیاید منزل ما شما متوجه نشید اصلا خونه کشیش رفتید شما خونه ما اومدید شما چند تا صلیب تو خونه من میبینید شاید خیلی اصلا تو خونهشون هزار تا سلیب دارن من مخالف صلیب نیستم هرگز صلیب رو بعد نمیدونم اما اگر قرار باشه خود صلیب چوب صلیب جاشو با مسیح در دل من عوض کنه با روح القدس عوض کنه من باز مذهبی شدم هشیار باشیم. اگر شیای مسلمان متعصب علم تو دستشون میگیرن و راه میدن خودزنی میکنن و مسیحی های متعصب و بیخردی که هیچ آگاهی نسبت به کلام خدا ندارن صلیب مسیح رو میگیرن حملش میکنن میبرن اینها بری نیست که اونها خدا رو میشناسن اتفاقا برعکس خدا رو نمیشناسن اونها بت پرست هستن و اینجا کلام خدا داره باده. اشاره به همون میکنه که اینها بت پرستی میکنن هموطنان عزیزم پس هشیار باشیم لطفا اگر انجیل مسیح رو شما نخوندید قیاس نکنید یک مسلمان متعصبی که توی خیابونا زنجیر میزنه با یک مسیحی که حکیم نیست و آگاه به انجیل مسیح نیست اونم داره زنجیر برای مسیح میزنه اون نمیدونه اما کسی که شیعه که داره زنجیر میزنه مسلمه توی قرآنش هم چیزایی هست بله در کتاب سوره آیه باب سوره آیه قرآن سی و چهار اعلام میکنه علنا که مرد میتونه زنشو بزنه آپارتات و تبعیض ما تو قرآن داریم ما در انجیل مسیح نداریم عزیزان هوشیار باشیم بعضی از عزیزان هستن بلا فاصله میگن آره نگاه کنید مسیحی های هم هستن بله انجیل مسیح هیچ کجا چنین حکمی رو نمیده اما ما بیش از 400 آیه داریم در خود قرآن که صحبت از جهاد میکنه صحبت از این میکنه دگر بابر رو گردنشو آم. بزن اذیتش کن زنش به تو حلاله خودشونو گردن بزنید زناشون مال شما باشه به قارت ببرید رو. ما در انجیل مسیح نداریم اینو اعلام میکنم توی پرانتز لطفا قرآن رو با انجیل مسیح قیاس نکنید انجیل عیسی مسیح پیام عشقه آزادی از اسارت از کوتاه فکری از خرافات قرآن خود خرافاته قرآن خود ظلم و ستم هست بخونید هم قرآن رو بخونید هم انجیل رو بخونید اما قیاس نکنید اگر میبینید چهار نفر مسیحی یا چهار میلیون یا چهل میلیون مسیحی توی دنیا هستن دارن عین شیعه ها زنجیر و سینه میزنن بگید اه نگاه کنید ما این فرق میکنه انجیل عیسی مسیح خرافات رو تعلیم نداده نعم. اما قرآن خرافات رو تعلیم میده قرآن اعلام میکنه که بین زن و مرد تفاوت هست یه مرد دو تا زن اعلام میکنه که میباید مخالفین رو آزار داد شکنجه کرد آیات بسیاری هست در این رابطه بسیار ما مسلمون بودیم یا زمانی به مسیح ایمان آوردیم هم وطنان عزیز با آگاهی هم آگاهی نسبت به این دین اسلام هم آگاهی نسبت به مسیحیت داریم دو تا موضوع کاملا متفاوت هستش اما هستن بی مسیحی که مسیحزاده زاده هیچ تحقیق نکردن هیچ آگاهی ندارن هیچ دانشی ندارن با فیلتر کلام خدا پیش نرفتن دست به اعمال و رفتار میزنن که یه مش شیعه مسلمون خرافاتی هم این کارا رو میکنن بله بفرمایید روی کوه برای ها قربانی میکنن به کوهستان ها میروند تا زیر سایه با صفای درختان بلند بخور بسازند بخور بسازند بله, بله. در آنجا دختران رو به فاحشگی کش... کشانده میشوند و عروسانتون زنا میکنند چرا که یکی از اعمالشون این بود بت پرستا بت پرستا پایین بت یعنی بت که درست میکردن زنا میکردن آه. یعنی اونجا انقدر شروع میکردن اینها شیطان پرستی کردن که اون روح شریر اینها رو میگرفت و حتی به زنهای همدیگه تجاوز میکردن و سعی میکردن لباسی بپوشن که لباس زیرم تو تنشون نباشه ام. و امیدوارم به هیچ مسلمانی بر نخوره الان شما مکه هم همینطوره تو مکه ام. لباس باید لباسه این از کریشش از همین بودپرستی اومده ام. که آماده زنا کردن باشن برای همین از توی مکم خیلی از مردها هستن وقتی بدنشون میخوره به بعضی از زنهایی که اونجا هستن میگن حالشون بد میشه دوباره میان از اول توبه میکنن غصت میکنن و دوباره میان از اول برفرض دور اون کعبه حرکت بکنن و اون مراسم حجشون رو داشته باشن این نیز از همون هستش این لباسی که بر تن میگیرن و بدون اینکه بخواد لباس زیر داشته باشن اینها همه آمادگی برای زنا بود بود پرستا زنا میکردن هم وطنان عزیزم و داره این کلام خداوند میگه صحبت از 2700 سال قبل داره صحبت میکنه 800 سال قبل هست داره صحبت میکنه نسبت به آنچه که انجام میشده بریم با همدیگه دوست دارم شما عزیزانم یک استراحت بکنید به انتخاب آقای یاسر عزیزم در اتاق فرمان سرودی رو با هم داشته باشیم این سرود رو ببینیم و برمیگردیم قسمت دیگه از کلام رو خواهیم شنید تمام روح و جانم می من, خدا من با نگاهم با زبانم

خدا محبت است مطابق نامه اول یوحنا چهار هشت گواه بر این است است که خدا محبت است اما آنچه در نظام اسلامی در طول چهل سال با بستن دانشگاه ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدولوژی خسمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا تحقیر جوانان کشور بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا سرکوب دگر باورمندان اعدام ترور زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی بستن کلیساهای فارسی زبان حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت سپاس از اینکه با برنامه در پرتوی عشق هستید در شبکه امید جاودان سالی رو که داریم پیگیری میکنیم البته وقت زیادی نداریم برای همین آیات بسیار هست فقط خواستیم حالا یه نتیجه گیری کرده باشیم <applause> که خواهر عیزم یه سوالی رو گفتن گفتم گفتم من من وقتم خیلی کم است سوالتون رو بگید <applause> دوباره پس قوم اسرائیل بود پرستی کرد من نتیجه چی شد بعد ما به کجا به سلام خب خیلی مهم هست برد. اگر امروز برد. ما مسیحی زاده ها و یا مسیحی هایی که با تفکر انسانی و احساسات معلمین دروغین پیش میرن دست به اعمال و رفتاری مانند سینه زدن دست زدن غم زدن تو سر و صورت خودشون زدن دارن میرن جلو نتیجهش <applause> خواهد بود هم عزیزم امروز کشور عزیز ما نه تنها اسیر نظامی به نام نظام اسلامی هست بلکه اسیر یک باور شیطانی هستش افرادی که بلند میشن میان توی بیرون از کشور مانند لس آنجلس اومدن دست زنی کردن سینه زنی کردن اینها همون رد پای خرافات رد, رد پای حلاکت نظام اسلامی هستن و خواهش میکنم هموطن عزیزم قبل از اینکه حلاکت به به سوی ما بیشتر از این بیاد به سوی به سمت کشور عیز ما بیاد تقدیس کنیم فکرمون رو از این دروغ ها و حتی آمان. مسیحی زاده ها مسیحی هایی که با خرافات مسیح رو پذیرفتید این رو بدونیم خدای ما خدای حکمت و خیرت هست با اعمال و رفتار ناشایسته و اعمال بی معنا ما نمیتوانیم با کلیساهایی که سنتی هیچ باوری درش نیست که ذهنیت من رو بخواد تأمین کنه نسبت به سوالات من که چرا خدا من آفریده چگونه شکل خدا بشم چگونه میتونم قوی بشم و تقویت بشم و سوالات من رو نمیتونه جواب بده عزیزان اینها نمیتونن راهی باشن در مسیر حیات و جاودانگی حیات و جاودانگی و کلام خداوند به ما میاموزه که به توسط روح القدس و کلام او میتوانیم یافت کنیم یوشع یک هشت و اعمال رسولان یک هشت اما خواهش کنم بریم با هم دوم تواریخ باب برنا. سی و شیش رو داشته باشیم که جواب برنا. این سوال هستش که عاقبت چی میشه عاقبت دو تا برنا. اتفاق میفته یک هلاکت دوم این رو بدونیم که خداوند پیوسته به دنبال ما خداوند انسان رو تغییر میکنه در این مسیر نجات رو داشته باشه بله سبوت اوشالیم ولی بنی اسرائیل از آیه 16 ان... بخونید بله ولی بنی اسرائیل انبیای خدا را مسخره کرده و پیام آنها گوش ندادند و به ایشان اهانت نمودند یعنی زمانی که انبیای خداوند می اومدن به قوم اسرائیل می گفتن دست از این زنجیر زدن بود پرستی سینه زنی قمه زنی بردارید میگه گوش نمی کردن نکرد. بله تا اینکه خشم خداوند بر آنها افروخته شد خشم خدا عزیزان این باز نیست اینو با خشم انسانی ما قیاس نکنیم خشم انسانی داده فریاد یه چیز پرت کردن هستش عصبانی شدنه خشم خدا اعتراض به بی‌عدالتیه عدالت یعنی اینکه من یک رابطه عاشقانه با خدا داشته باشم خدا به انسان معترض میشه کجا داری میری تو قرمن تو رو آفریدم که تو به شکل من بشی با من مشارکت داشته باشی چرا با ها تو قرار هست زندگیت پر از آرامش باشه سلامتی باشه شادی بابا. باشه اما چرا تو سرت میزنی, میزنی. چرا دستت تو, تو کلیسا گرفتی چرا فکر کنی کلام رو باید یکی دیگه بخونه چرا خودت با کلام آشنا نمیشی چرا خودت صبحگاهان با من وقت رازگاهان نداری چرا منتظر هستی کشیش برای تو نبابت کنه من خودم میخوام با تو صحبت کنم خدا عطایاشو به فرزندانش نداده که فرزندانش مشغول هم بشن همدیگر رو شفا بدن برای هم نبابت کنن که مردمی که هنوز باور ندارن اونها رو نبابت کنن اونها رو شفا بدن حتما ما از همدیگه برکت بگیریم اگر خواهر من عطای شفا داره برای من دعا میکنه من شفا میگیرم اما قرار نیست خواهرم مشغول کلیسا تو کلیسا بشه بره اونها که بیرون از کلیسا اصلا رو نجات بدن مبادا یه کشیشی بگن نبیه ببینیم دو کیلومتر صف همه منتظرم تو صفا ببینن این کشیش نبوت میکنه ما دوباره یاد اون جادوگر و فال و فالگیری میندازه ایشون نبی خداست که نباوت کنه قومش رو نجات بده مردم ایران مردم جهان رو نجات بده نباوت برای نیستش که من حالا ازدواج بکنم ازدواج نکنم تو این کار برم تو اون کار نرم که متاسفانه حتما این هم هست خوبه کلیسا مشغول این بازیات شده و فراموش کرده نباوت برای آزادی میاد نباوت برای امید میاد ملت ایران رو بلند کنیم قیام کنن در برابر ظلم و ستم نه اینکه فقط بهش بگیم نبوت شد تو حالا این کارو بکن تو اون کارو نکن تو با اون ازدواج کن تو با اون ازدواج کن این همون مذهبه اون دایره مذهبه باید هوشیار باشیم شبانان معلمین هوشیار باشید عطایا مال بیرون از کلیسا باید استفاده بشه تو کلیسا استفاده میشه آمین خیلی خوبه اما هدف تو کلیسا نیست میشه مذهب نبندید نور رو نمیتونیم ما توی قفسه نگه داریم نور رو باید بالای کوه بذاریم عطایای روح القدس داده شده تا ما مردم جهان را خدمت و محبت کنیم عطایا به ما داده نشده که ما فقط تو کلیسا باشیم این هم یک پیامی برای کلیسایی که ادعا میکنیم بیداریم اگر بیدار هستیم باید مردم رو بیدار کنیم ملت ها رو بیدار کنیم حتی توی آمریکا هم که هستیم میتونیم کلیسا ها رو بیدار کنیم ایمانداران بیدار باشید مشغول بعضی از سخنان فقط درش آرامش و خوشی و خوشبختی هستن توش کلامم نیست نشیم خیلی هوشیار باشیم خیلی از عزیزان بر این باور هستن که ما باید همیشه خط مش جوانان رو پیگیری پیگیر کنیم خیلی خوبه اما اینقدر پیگیری میکنیم که فراموش میکنیم یه خط مش اصلی از کلام خدا داریم دیگه میریم میریم جوونه چی میگه ما نمیخوایم کلام چی میگه خب جوون که به پیروی تبلیغات دنیا داره میره جلو پس این هوشیاری داشته باشیم فقط پیام ماله ب... این نیست که کسا که زنجیر و سینه میزنن خیلی موقع ما زنجیر و سینمون درونمون داره زده میشه تو مغزمون داریم میزنیم به خودمون آسیب میزنیم به هدف خلقت هدف کلیسا داریم آسیب میرسونیم بله بانا افروز به که دیگر برای قوم چاره ای نمانده پس خداوند پادشاه بابل باب را به ضد ایشان برندی یعنی خدا اجازه داد یک قدرتی بیاد مثل این نظام اسلامی ما زمان شاه هم با پرستی می کردیم بله که محمد رضا شاه بسیار مرد خردمندی بود اما چه کنه وقتی که قشری از این مردم خردمند نبودن به دنبال زنجی زنند و سینه زنی بودن به دنبال این قصه های مذهب بودن چکار کنه چه کار میتونست بکنه و اونجا چه بسا که حکمت بر این بود که مصلحت طلبی باشه اما امروز چرا اپوزیسیون مصلحت طلب شدید امروز چرا اپوزیسیون دارید قده سرطان اسلام رو توی ایران میبینید و رو برگردوندید فقط میگید آخوند بره آخوند بره آخوند کی آورد باور اسلامی آخوند رو آورد چرا نمیخوایم اینو بپذیریم اگر این باور اسلامی آخوند رو آورد به نوع دیگه ای میاد یک اسلام لیبرال درست میکنه دو دستی میده دست تو و بعد دوباره توش میاد بیرون ما امروز شاهد هستیم آه. کشورهای اروپایی مانند انگلیس آلمان فرانسه بلژیک سوئد مردمشون به خاطر مسلمانایی که افراطی که اونجا هستن و دارن آسیب به فرهنگ اونها میزنن به آزادیشون به آرامششون میزنن اونها در فکر به اندیشه هستن که مهاجرت کنن از دست باورهای اسلامی که اونجا هستن چه اتفاقی داره میافته توی دنیا خواهش میکنم قده سرطان را از ایران بیاریم بیرون و اون باور اسلامی است و اگر قده سرطان بیاد بیرون ایران ما نجات پیدا میکنه شرایطی ایجاد شده که مردم این واقعیت تلخ اسلام رو ببینن و اپوزیسیون هنوز آرومه میگه حالا حرفی نزنیم بذاریم بریم تو بعد یه کاری میکنیم همین کار رو حزب شیعه کرد و بیچارمون کرد و ما امروز توی جایگاهی نیستیم که به دنبال دوباره مسلحت طلبی باشیم تا کشور ما تیکه تیکه بشه بیشتر از این فرهنگ ما آسیب بخوره بله و تمام مردم یهودا را به دست او تسلیم کرد او به کشتار مردم یهودا پرداخت و به پیر و جوان دختر و پسر رحم نکرد بله یعنی خدا اجازه داد الان هم شما میبینید جمهوری اسلامی آسیبی که جمهوری اسلامی خورده ایزان مانند همین قوم اسرائیل قومی آه. که متاسفانه به اسارت خرافات رفت مانند مردم ما چهل سال پیش با دست زد دست سینه زنی و حسین حسین و الله و اکبر این بدبختی برای کشور ما ایجاد شد اما امروز خداوند به فکر کشور و مردم ما هست یهوه خدای حقیقی آه. هست باید دعا کنیم که این نظام اسلامی سرنگون بشه باید دست به دست هم کلیسه ها بدن کلیساهای های بیدار شبانانی که مورد احترام و دلسوز هستید خواهش میکنم تا کی میخوای به فکر این باشی خواهرت میره ایران زنت میره ایران هیچی از ایران نگیم خواهش میکنم بیدار شیم هوشیار باشیم مافیا همه جا قرار میگیره حتی تو مسیحیت هم مافیا قرار میگیره بله هی در گوشی به هم میگید کشش تصور نه تا به امروز ده ها ایرانی من گفتن که فلان کشیش گفته اون کلیسا نرید اون کلیسا سیاسیه به من گفتن دیگه به شما گفته که استاد گفته به من <تصفح> اومدن گفتن که به ما فلان کشیش گفته اونجا نرید مهم نیست خدا وقتی منو صدا کرد از ایران اومدن برای این خدمت عزیزان منو صدا کرده هر کسی <تصفح> که محبت میکنه مثل خواهرم <تصفح> کنار من ایستاده من میدونم برکت خداوند بر خواهر من هست و بقیه خادمی که کنار من هستن اما تا به باید به این بازی های دروغین بریم م. و به دنبال این نیستیم که این قد سرطان را بیاریم بیرون ایران ما باید آزاد بشه و آزاد خواهد شد هموطنان اما باید اول دست از برداریم اسلام آه. پرستی برداریم مرده پرستی برداریم یک اتفاق قشنگی میافته لطفا آه. بیاد چون وقت نداریم از این قسمت بخونید هم آم... در سال اول سلطنت بله بله حالا ببینید بعد از اینکه اسرائیل به دست بابل گرفتار شد اما خداوند برنامه داره بازم رها نمیکنه خدا با ایران برنامه داره خبر خوش نجات برای ایرانی ها هست آمین. که از این باور دروغی آزاد بشید آمین. و قلبام رو آماده کنیم بله بفرمایید چه کوروش فرمان بازگشت یهودیان رو صادر می صادر در سال اول سلطنت کوروش امپراتور پارس خداوند آنچرا که توسط ارمیای بنی بنی فرموده بود به انجام رسانی بله او کورش را برام داشت تا ارمیای نبی ارمیای ایو. نبی در گذشته اعلام میکنه که خداوند به توسط کوروش همچنین در کتاب ازرا اعلام میشه و همچنین ما در کتاب اشعیا داریم میبینیم هستش که خداوند اعلام میکنه شخصی به نام کورش را ام. 150 سال قبل از تولد کوروش از ایران بلند میکنه او رو مس میکنه یعنی مسیح خداوند میشه برای نجات قوم اسرائیل و الان نیز داره آنچه که پیشگویی بوده رو داره اعلام میکنه در کتاب هوشع در کتاب دوباره تواریخ مزرعه بله بل. بل. بران داشته تا فرمانی صادر کند و آن را نوشته به سراسر سر امپراتوری خود بفرستد بله. و این است متن آن فرمان بله. من کوروش امپراتور پارس اعلام بله این همون کوروشی که هموطن عزیزم هی کوروش کوروش میکنید و همین کوروش به دنبال یهوه نیز بوده بله دارم که خداوند خدای آسمان تمام ممالک جهان را به من بخشیده و آمین. به من امر فرموده که برای او در شهر اورشلیم که در سرزمین یهوده است خانه بسازم آمین پس از تمام یهودانی که در امپراتوری من هستند هر که بخواهد میتواند به آنجا بازگردد خداوند خدای اسرائیل همراه او باشد آمین, آمین. پس میبینید که خود کوروش که حالا توی تفسیریش صحبت از یهوه نمی کنه. توی قدیمیش اگر شما ببینید کوروش علنا میگه یهوه خدای من است و داره اعلام میکنه آیا کسی هست من میخوام دوباره اورشلیم رو بسازم خانه خدا رو بسازم آیا اسرائیلیا آماده هستید آیا هموطنان ایرانی آماده هستید که خداوند ایران را به ما از اسلام بگیره و پس بده و تحقیق کن برو اول از قرآن شروع کن آمین. این قرآنی که از گذشتگان به ما داده شد و اونها نخوندن اما اعمال و رفتار بسیار خوبه گذشتگان ما دلیلی شد ما فکر کنیم اسلام خوبه لذا اصلا ربطی به اسلام نداشت پدر بزرگ و مادر بزرگ خوبه ما ربطی نداشتن اونها خوب بودن اونها از ذات قبل از اسلام که در دلشون بود در مسیر عشق و محبت و حکمت عمل کردن به هیچ وجه ربطی به اسلام نداشت فکرت رو احساست رو سخنت رو از اسلام تقدیس کن تا کشور آزاد بشه نگیم ایران رو از جمهوری اسلامی پس میگیریم ایران رو از خود اسلام پس بگیریم و اون زمان هستش که محبت خداوند و برکت خداوند در کشور ما خواهد بود و خدا ما رو برکت میده همونگونه که امروز شاهدیم خدا اسرائیل رو برکت داده با چند میلیون داریم میبینیم جهان به نوعی تو دستشون هست عزیزان باز من سخن از اسرائیلی نمی کنم که حسب اسطحه و زور استاده من صحبت از اسرائیلی می کنم به یهوه خدا ایمان داره و با محبت یهوه میخواد زندگی با سپاس فراوان از اتاق فرمان مطالب بسیار زیاد هست عزیزان وقت ما تموم شده تشکر میکنم از خواهر عزیزم آزیجان جان خواهش میکنم هم عزیز لطفا سوالات خودت رو بنویسید سعی میکنیم هفته دیگه جوابگوی اون سوالاتی که بیشتر در اون رابطه صحبت شده رو تا اونجا دانش من اجازه میده باز از کلام خدا استفاده خواهم کرد برای شما عزیزان اعلام کنیم تا بتونیم در مسیر آگاهی و دانش کلام خداوند به هدف مقدسی که خدا در نظر داشته با هم برسیم بدون خرافات آمه. بدون احساسات اشتباه بدون خشم و عصبانیت من اینجا داد میزنم عضو میخوام این خشم عصبانیت من نیست ایزان. این غیرتی است که از کلام خداست که دارم با شما صحبت میکنم احساس. و از اونجایی که حال اینان دوست هستم من ایران رو دوست دارم خواهرم دوست داره یاسر عزیزم و بقیه خادمین که کنار من هستن ما ایران دوست هستیم عزیزان برای ایران استادیم و نیز گاهی هم هست که روح القدس صداعت میکنه که جملاتی رو یه خورده با داد بزنیم ببخشید در وقت قصد باز عصبانیت نیستش بله این تشویقتون میکنم کنار ما باشید عیزانی که میل به اینو دارن که شبکه ما روی ماهواره بره که بتونیم به این روکی صحبت کنیم با مسئله طلبی سخن نمیگیم عیزان پوشش نمیدیم تعارف نمی کنیم ما تعارف نمی کنیم و اگر ما روی ماهواره بریم من ایمان دارم که خدا با فیض شک انقلاب ایجاد خواهد کرد آمين. ما آمين. مسیحیان عزیزان به تواصل روح القدس آمين. کارهای بزرگی می کنیم این کلمه انقلاب هم اینو نمیگیم بر نگردیم به دوران 40 سال آمين. پیش درباره انقلاب جمهوری اسلامی صحبت نمی کنیم عزیزان یک انقلاب درونی, درونی. یک دگرگونی درونی. درونی که اول من آزاد بشم خانواده‌ام آزاد بشه خلق آزاد بشه و من درک درستی از آزادی که خدا میخواد رو نسبت به دیگران داشته باشم عزیزان میتونید روی سایت ما برید pwoc.church pwoc.church -p -w که البته یاسر عزیزم هم لطف میکنم رو میذارم که اگر اونجا تشریف برید به راحتی میتونید عضو پیشتازان سل بشید بله pwoc.church و اگر مایل هستید کمک مالی کنید لطفاً اونجا دست یاری ما بدید و یا اینکه به آدرس کلیسا چکای خودتون رو ارسال کنید بازم pwoc به نام pwoc که برای شما عزیزان نیز ما نسبت به هدایایی که میدید اون برگه تکس رو خواهیم فرستاد که اگر مایل هستید ازش استفاده کنید از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش شما عزیزان رو برکت بده همچنین فردا با ما باشید در برنامه خبرناک با سپاس بزم. از شما شما بخیر